چه فصلی برای کشت بذرهای گلخانه‌ای مناسبه؟ آیا شما میتونید هر زمانی که خواستید بذرهای گلخانه‌ای رو کشت کنید؟ سلام. همونطور که همه ما میدونیم گلخونه مکانیه که همه عوامل کنترل میشن و بذرها رو میتونید حتی زمانی که شرایط نامساعد هم هستن کشت کنید. حالا ما بذرهای گلخونه‌ای برای کشتشون دو نوع کشت داریم. یه نوع بذرهایی هستن که شما میاد کشتشون رو انجام میدید خارج از فصل و حالا به صورت نشاط در میارید و زمانش اونها رو وارد زمین اصلی میکنید. یه نوع بذرهایی داریم که شما کلا داخل گلخونه کشت میکنید. حالا ما میخوایم در مورد بذرهایی صحبت کنیم که کلا داخل گلخونه کشت میشن. این بذرها بر اساس شرایطی که گلخونه دارن میتونن کشت بشن. بذرهای گلخونه ای یه سری از بذرها تو هر فصل قابل کشت هستن. چرا؟ چون شما میاد تمام شرایط رو براش کنترل میکنید. و یه سری بذرهای خاص مثل بذرهای خیار. بذرهای خیار به خاطر اینکه ما بذرهای خیار تگ‌گل، میان‌گل و پرگل داریم، تعداد گل شما فصل کشت رو انتخاب میکنید. خیارها به خاطر اینکه بسیار حساس هستن، شما پاییز باید خیارهای تگ‌گل و میان‌گل رو کشت کنید، پاییز و زمستان، و بهار بذرهای پرگل رو کشت کنید. اینکه حتما باید تگ‌گلا رو پاییز کشت کنید رو قطعی نیست، ولی وقتی که میایین اینها رو پاییز کشت میکنید، از اون میزان خسارتی که بهتون وارد میشه خب کمتر میشه، چون دیگه گل ریزی ندارید و اینا تگ‌گل هستن. ولی وقتی بیاد بذر خیاری که تگ‌گلا رو بهار کشت کنید، چون بهار خیارا میتونن حد اکثر گلهی رو داشته باشن به خاطر اون شرایط جوی بسیار مساعد، بهتون حد اکثر عملکرد رو نمیده و فقط یک گل میده توی هر گره. پس بهتره اینه که توی بهار بذرهای خیارای پرگل رو کش کنید. برای بذرهای دیگه هم که بذرهای گلخونه یه دیگه هم شما میتونید خارج از فصل این بذرها رو کشت انجام بدید، ولی بستگی به گلخونه شما داره. بعضی گلخونه‌ها هستن بسیار مکانیزه هستن، هم لحاظ نوری، هم دما، هم رطوبت، پس خیلی راحت میتونن حتی زمستون هم کشتشون رو انجام بدن. ولی سری گلخونه هستن که محدودیت دارن، پس باید با توجه به محدودیتی که دارن کشتاشون رو انجام بدن. شما چه نوع بذرهای گلخونه ای کشت میکنید؟ زیر این پست برامون کامنت کنید. اگه پست ما رو از اینستاگرام میبینید حتما لایک کنید و اگه از یوتیوب میبینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. ممنون.